یادواره شهیدان و قهرمانان 12 و 19 اردیبهشت 61 در جمع مجاهدین اشرف، قسمت سوم، پخش در ساعت 22 به وقت ایران. فعالیت‌های کانون‌های شورشی. موضع‌گیری شدیدالحن رئیس جمهور آمریکا درباره مجعولات مورد پسند رژیم آخوندی دایر بر اختلاف در درون دولت ترامپ با بولتون و پومپئو در رابطه با ایران. دونالد ترامپ، اخبار جعلی، فیک نیوز در واشنگتن پست و حتی جعلی‌تر از آن در نیویورک تایمز داستان‌هایی می‌نویسند که گویا درون دولت کشمکشی در مورد سیاست قوی من در مورد خاورمیانه وجود دارد. هیچ جدالی وجود ندارد. هشدار رئیس جمهور روسیه به رژیم آخوندی یک روز پس از گفتگو با پومپئو. ولادیمیر پوتین: رژیم ایران هیچ منفعتی در خروج از برجام نمی‌بیند، زیرا آخر خط این رژیم ایران است که در شکستن برجام مقصر قلمداد خواهد شد. روسیه آتش نشانی نیست و نمیتواند هر چیزی را نجات دهد. برجام دارد سینه خیز میرود. بعد از خروج آمریکا، اروپایی ها نمیتوانند کاری بکنند و خسارات اقتصادی رژیم ایران را جبران کنند. این موضوع را بارها به ایرانی ها گفتم. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین: روسیه از تصمیمات اخیر رژیم ایران بسیار متاسف است و اکنون شاهد آن هستیم که تنش‌ها در منطقه پیرامون تهران همچنان در حال شدت گرفتن است. ظریف در ژاپن در به در به دنبال واسطه با آمریکا برای رفع خطر از رژیم و فروش نفت. خالد بن سلمان، معاون وزیر دفاع عربستان سعودی: رژیم تهران دستور اجرای اعمال تروریستی توسط حوثی‌ها علیه لوله‌های نفتی را داده است. رویترز: بازدید سرزده وزیر خارجه آمریکا از بغداد بعد از آن بود که شبه نظامیان تحت الحمایه رژیم ایران موشک‌هایی را نزدیک پایگاه‌های آمریکایی مستقر کردند. پومپئو به مقامات ارشد عراقی گفت اگر آمریکا مورد حمله ای از سوی این شبه نظامیان قرار بگیرد، بدون هماهنگی با بغداد دست به اقدام خواهد زد. شبه نظامیانی که اکنون بخشی از دستگاه امنیتی عراق هستند باید به کنترل درآیند. شرکت نفتی اکسون موبیل از کارمندانش خواست از مراکز نفتی بصره خارج شوند. به دنبال آلمان، هلند نیز مأموریت‌های خود در عراق را به خاطر تنش‌های بین آمریکا و رژیم آخوندی متوقف کرد. سناتور تام کاتن: اگر رژیم ایران ما یا متحدان ما در منطقه را مورد حمله قرار بدهد، جوابی آتشین دریافت می‌کند. یک جنگ همه جانبه علیه این رژیم موجه خواهد بود. دولت‌های عربستان، امارات متحده و نروژ به طور رسمی به سازمان ملل اعلام کردند
که حمله به 4 کشتی در امارات تهدیدی برای دریانوردی و امنیت کشتیرانی بین المللی است. وزیر مشاور در امور خارجی امارات: تحقیقات در مورد حمله به نفتکش‌ها در چند روز آینده به پایان می‌رسد. رفتار رژیم ایران مشکل محوری منطقه است. رویترز: مقامات آمریکا معتقدند رژیم آخوندی شبه نظامیان حوثی یا شبه نظامیان عراقی مزدور خود را به حمله علیه 4 نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز تشویق کرده است. پاسدار سلامی، سرکرده سپاه تروریستی خامنه ای: دشمنان ما با راهبرد فشار حداکثری و به میدان آوردن تمامی ظرفیت‌ها سعی در ایجاد تزلزل در ذهن‌ها و قلب‌ها دارند. شرایط امروز نظام حساس‌تر از هر زمان دیگری است. امروز در فراز یک تقابل تمام عیار با دشمن قرار داریم. سرتیپ بسیجی امیر رحیمی، وزیر دفاع رژیم: همچون دوران جنگ درگیر جنگی تمام عیار و همه جانبه هستیم. خامنه ای پاسدار نقدی، سرکرده جنایتکار بسیجی را به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران و پاسدار فدوی را به عنوان جانشین سپاه منصوب کرد.
با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می‌دهیم. رئیس جمهور آمریکا در یک موضع‌گیری شدید اللحن وجود هر گونه کشمکش و اختلاف با مشاور امنیتی و وزیر خارجه خود را قویاً تکذیب کرد. موضع‌گیری شدید اللحن رئیس جمهور آمریکا درباره مجعولات مورد پسند رژیم آخوندی دایر بر اختلاف ترامپ با بولتون و پومپئو در رابطه با ایران توجهات را به خود جلب کرده است. نخستین بار ظریف وزیر خارجه آخوندها در سفر به نیویورک و مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی طبق دستور خامنه‌ای از ترس جنگ، ترفند شناخته شده حکومت آخوندی برای اختلاف سازی بین ترامپ با بولتون را به کار گرفت. این ترفند در حوزه علمیه ولایت فقیه به چیدن پروبال مشهور است. ظریف بولتون را مقصر جلوه داد و گفت می‌خواهند پرزیدنت ترامپ را به یک درگیری بکشانند. من بر این باور نیستم که پرزیدنت ترامپ این کار را می‌خواهد بکند. من بر این اعتقادم که پرزیدنت ترامپ در مبارزه انتخاباتی قول داد که آمریکا را به جنگ دیگر نخواهد برد. وزیر خارجه آخوندها با بلاهت فوق تصور افسود: مردم منطقه ما به این نتیجه رسیدند حضور آمریکا بی ثبات کننده است. به نظر من پرزیدنت ترامپ با این حرف موافق است. در مورد برجام نیز ظریف با لودگی گفت که پرزیدنت ترامپ متن آن را نخوانده و فقط به این دلیل از آن خارج شده که از پرزیدنت اوباما خوشش نمی آمد. اما سوت دلی و حرف اصلی جواد ظریف تمرکز تضاد بر روی جان بولتون در رابطه با مجاهدین بود. You say that there is a small group of American and Mideast officials who are trying to steer President Trump into a conflict with Iran. Who and why? Mr. Bolton has said publicly before he became National Security Advisor in a rally that was organized by an Iranian terrorist organization that was on the list of terror groups by the United States State Department, and Mr. Bolton was on the payroll, that he would celebrate the 40th anniversary of the Islamic Revolution in Tehran with that terrorist organization. He's on the record. در قدم‌های بعد مماشاتگران و پشتیبانان استمالت رژیم آخوندی و مخالفان ترامپ در سالی که به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شود برای ضربه زدن به او در زنجیره‌ای از اخبار جعلی بر طبل اختلاف بین او و بولتون و پومپئو کوبیدند. سرانجام روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا در یک موضع‌گیری شدید اللحن وجود هر گونه کشمکش و اختلاف با مشاور امنیتی و وزیر خارجه خود را قویاً تکذیب و اعلام کرد. اخبار جعلی، فیک نیوز منعکس شده در واشنگتن پست و حتی جعلی تر از آن در نیویورک تایمز داستان‌هایی می‌نویسند که گویا درون دولت کشمکشی در مورد سیاست قوی من در مورد خاورمیانه وجود دارد. هیچ جدالی وجود ندارد. عقاید متفاوتی بیان شده‌اند و من تصمیم قاطع و نهایی را خواهم گرفت. یک پروسه خیلی ساده است. همه جنبه‌ها و نظرات و سیاست‌ها شنیده می‌شوند. ترامپ در پایان این توییت علی‌رغم اینکه خامنه‌ای مذاکره با دولت ترامپ را سم مضاعف توصیف کرده است، با یقین به زانو زدن رژیم آخوندی ابراز اطمینان کرده است که رژیم به زودی پای گفتگو می‌آید. رئیس جمهور روسیه یک روز پس از گفتگوهایش با پومپئو به حکومت آخوندی در رابطه با برجام هشدار داد. خبرگزاری تاس گزارش داد پوتین گفت رژیم ایران در خروج از برجام هیچ منفعتی ندارد. من بارها در صحبت با طرف حساب‌های ایرانی هم گفتم که به نظر من بیشترین منفعت برای آنها این است که به رغم هر اتفاقی در برجام بمانند. زیرا به محض اینکه از برجام خارج شوند همه فراموش می‌کنند آمریکا باعث شکست برجام بود و همه رژیم ایران را مقصر می‌شناسند. خبرگزاری تاس در ادامه افزود پوتین هشدار داد که او یک حرف غیر دیپلماتیک می‌زند که ممکن است دوستان اروپایی‌اش را بیازارد، ولی او با تأسف به این واقعیت اشاره کرد که آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند.
اکنون برجام دارد سینه‌خیز می‌رود و اروپایی‌ها نمی‌توانند خسارات اقتصادی رژیم ایران را جبران کنند. پوتین افزود روسیه آتش نشانی نیست و نمی‌تواند هر چیزی که به ما تماماً وابستگی ندارد را نجات دهد. ما نقش خودمان را بازی کرده ایم، اما این تماماً به ما بستگی ندارد. این بسته به طرف‌های دیگر است. تمام بازیگران از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی و رژیم ایران. کرملین از تصمیم رژیم آخوندی برای تعلیق تعهداتش در برجام ابراز تأسف کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گفت روسیه از تصمیمات اخیر رژیم ایران بسیار متاسف است و اکنون شاهد آن هستیم که تنش‌ها در منطقه پیرامون تهران همچنان در حال شدت گرفتن است. در همین حال جواد ظریف به ژاپن سفر کرده است و ناظران سیاسی میگویند وی در به در به دنبال واسطه با آمریکا برای رفع خطر از رژیم و فروش نفت است. گزارش هایی است که مقامات ژاپن در ملاقات با ظریف از تعلیق تعهدات رژیم ایران در برجام ابراز نگرانی کردند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به بغداد به مقامات عراقی تاکید کرده که اگر آمریکا در خاک عراق مورد حمله از سوی شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران قرار بگیرد، نیروهای آمریکایی بدون هماهنگی با بغداد دست به اقدام خواهند زد و با قدرت به آنها پاسخ خواهند داد. رویترز روز 15 ماه می 25 اردیبهشت از بغداد گزارش داد بنا به گفته دو منبع امنیتی عراقی، بازدید سرزده وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو از بغداد بعد از آن بود که اطلاعات آمریکا نشان داد شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران موشک‌هایی را نزدیک پایگاه‌های محل استقرار نیروهای آمریکایی مستقر کردند. این منبع گفت پومپئو در سفر خود به بغداد به مقامات ارشد عراقی گفت این شبه نظامیان که قدرت خود را در عراق گسترش می‌دهند و اکنون بخشی از دستگاه امنیتی آن هستند باید تحت کنترل باشند. در غیر این صورت آمریکا با قدرت پاسخ خواهد داد. رویترز افزود یک منبع ارشد نظامی عراقی که از سفر پومپئو مطلع بود گفت پیام از جانب آمریکاییان روشن بود. آنها خواستار این تضمین بودند که عراق باید گروه‌هایی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند متوقف کند. آنها گفتند اگر آمریکا در خاک عراق مورد حمله قرار گیرد برای دفاع از خود بدون هماهنگی با بغداد دست به اقدام خواهد زد. خبرگزاری رویترز در ادامه گزارش خود می‌افزاید پومپئو بعد از سفرش به عراق گفته بود ما نمی‌خواهیم در عراق کسی با حمله به کشوری دیگر در داخل عراق دخالت کند. یک منبع امنیتی عراقی دیگر به رویترز گفت ارتباطات شنود شده توسط آمریکاییان نشان داد که برخی از گروه‌های شبه نظامی مجدداً به عراق اعزام شدند تا به اقدامات مشکوکی مبادرت کنند که آمریکاییان آنها را تحریک‌آمیز می‌دانند. این منبع گفت به عراقیان از جانب آمریکا گفته شده با هر تهدیدی از جانب این گروه‌ها به وسیله نیروی مستقیم آمریکا برخورد خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت هلند ماموریتش در عراق برای کمک رسانی به مقامات محلی را به دلیل تهدید امنیتی منتفی کرد. خبرگزاری فرانسه نیز نوشت آلمان و هلند با افزایش تنش‌ها در ارتباط با رژیم ایران ماموریت‌های نظامی خود در عراق را متوقف کردند. یادآوری می‌شود ارتش آلمان اعلام کرده بود در ارتباط با تنش‌های ایران آموزش ارتش عراق را متوقف می‌کند. پس از درخواست سفارت آمریکا برای خروج شهروندان آمریکایی از عراق، شرکت نفتی اکسون موبیل از کارمندانش خواست از مراکز نفتی استان بصره خارج شوند. شرکت نفتی اکسون موبیل که یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان است، در بصره مشغول استخراج نفت بود. سناتور تام کاتن عضو سنای آمریکا در مورد احتمال جنگ با رژیم آخوندی گفت
اگر رژیم ایران ما را با یا متحدان ما را در منطقه مورد حمله نظامی قرار بدهد، یک جنگ همه جانبه علیه این رژیم موجه خواهد بود و در صورت وقوع چنین جنگی آمریکا با دو حمله که اولین و آخرین حمله خواهد بود پیروز می شود. سناتور کاتن اضافه کرد: من صرفاً یک پیام را می رسانم که اگر رژیم ایران با آمریکا حمله کند، یک اشتباه محاسبه بزرگ خواهد بود و جوابی آتشین دریافت خواهد کرد. وی همچنین تأکید کرد: ما می خواهیم 80 میلیون ایرانی بتوانند بر خودشان حکومت کنند. رژیم ایران باید دست از حمایت از تروریسم بردارد و برای سرنگونی دولت‌های همسایه‌اش تلاش نکند. به ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران توجه فرمایید. به دنبال حمله حوثی‌ها با پهپاد علیه ایستگاه‌های پمپاژ نفت در عربستان سعودی، خالد بن سلمان معاون وزیر دفاع سعودی در توییتر خود در روز پنجشنبه نوشت: تهران دستور اجرای اعمال تروریستی توسط حوثی‌ها علیه لوله‌های نفتی را داده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نوشت: خالد بن سلمان گفت این حمله ثابت می‌کند که حوثی‌ها صرفاً ابزاری هستند که رژیم ایران برای اجرای برنامه توسعه طلبانه‌اش در منطقه مورد استفاده قرار می‌دهد. آسوشیتد پرس گزارش داد دولت‌های عربستان، امارات متحده و نروژ هدف قرار گرفتن 4 کشتی در آب‌های امارات در روز یکشنبه را به طور رسمی به اطلاع سازمان ملل رساندند. این 3 کشور در یک بیانیه رسمی گفتند این حادثه یک تهدید برای ایمنی و امنیت کشتیرانی بین‌المللی و دریانوردی است. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات گفت تحقیقات در مورد تخریب نفتکش‌هایی که مورد حمله قرار گرفته بود در چند روز آتی به پایان می‌رسد. وی افزود رفتار رژیم ایران مشکل محوری منطقه است و رفتار این رژیم منطقه را به این وضعیت دچار کرده است. به گزارش رویتر مقامات آمریکایی می‌گویند رژیم ایران شبه نظامیان حوثی یا شبه نظامیان عراقی وابسته به خود را وادار به حمله به کشتی‌های نفتکش در ورودی خلیج فارس کرده است. رویترز نوشت دو منبع دولت آمریکا روز چهارشنبه گفتند مقامات ایالات متحده معتقدند رژیم ایران شبه نظامیان حوثی یا شبه نظامیان وابسته به این رژیم در عراق را وادار به انجام حملات علیه 4 کشتی نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز کرده است. رویتر افزود این منابع دولت آمریکا که در مورد ارزیابی امنیت ملی ایالات متحده مطلع هستند گفتند آنها این حملات را به عنوان یک تحریک جدی توسط رژیم ایران که تهدید قابل توجهی علیه کشتیرانی هست مشاهده می کنند. ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. پاسدار سلامی سرکرده سپاه تروریستی خامنه‌ای در اظهارات وحشت‌آلودی گفت دشمنان ما با اعمال راهبرد فشار حداکثری و به میدان آوردن تمامی ظرفیت‌ها سعی در ایجاد تزلزل در ذهن‌ها و قلب‌ها دارند. پاسدار سلامی افزود شرایط امروز نظام حساس‌تر از هر زمان دیگری است. دشمن با تمام ظرفیت‌های ممکن خود به میدان تقابل با نظام پای گذاشته و سرنوشت سازترین مقطع نظام به شمار می‌رود. امروز در فراز یک تقابل تمام عیار با دشمن قرار داریم. سرتیپ بسیجی امیر رحیمی وزیر دفاع رژیم نیز در سخنان هراس‌آلودی گفت امروز نیز همچون دوران جنگ درگیر جنگی تمام عیار و همه جانبه هستیم. دشمنان با بکارگیری تمام ظرفیت، توان و ابزار و توطئه‌ها به صحنه مقابله با نظام آمدند تا با ایجاد رعب نظام را هدف قرار دهند. خامنه‌ای در ادامه جابجایی مهره‌هایش در سپاه پاسداران، پاسدار علی فدوی را به عنوان جانشین سرکرده سپاه پاسداران منصوب کرد.
وی پیش از این معاون هماهنگ کننده سپاه بود. خامنه ای در حکم دیگری پاسدار محمد رضا نقدی سرکرده سابق بسیج را به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب کرد. خبرها را با گزارشی از فعالیت‌های اشرف نشان‌ها در کشورهای مختلف جهان ادامه می‌دهیم. من بر اصل ولایت فقیه، زنده باد قانون‌های شورشی. من بر اصل ولایت فقیه، زنده باد قانون‌های شورشی. شعار هر ایرانی، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی. دموکراسی آزادی با مریم رجوی. بر بر اصل ولایت فقیه، زنده باد قانون‌های شورشی. آرجان معلم دانشجو، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان، پیام هر ایرانی آزاده برای سرنگونی آماده آماده. عامل هر ویرانی خامنه‌ای رومانی. دیکتاتور من آرش، آتش دوا با آتش. پیس امال اسلام، بلک پیس امال اسلام. مرگ بر اصل ولایت فقیه، زنده باد ارتش آزادی. مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی. قانون های شورشی، شورای مردمی. درود بر عزمت، درود بر رزمت. کارگر، معلم، مجاهدین یارتان، حامی پیکارتان. لیبره پتروله پولیتی آلیوان. کارگر، معلم، حمایتت میکنی. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دانشجو، معلم، کارگر، پیوندتان مبارک. حامله ای قاتله، کل نظام باطله. چنگ چنگ چنگ، رژیم چنگ. مرگ بر اصل ولایت فقیه، دموکراسی فریدم، رژیم چنج این ایران. گو 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 غلام مستو. گزارشی داریم از حرکت‌های اعتراضی هموطنانمان علیه ستم و چپاولگری دیکتاتوری آخوندی. روز پنج شنبه مردم میرآباد چابهار در برابر ماموران شهرداری، نیروی سرکوبگر انتظامی و سپاه پاسداران که برای تخریب منازل مردم هجوم آورده بودند، مقاومت کرده و در مقابل آنها ایستادند. این مقاومت منجر به بستن جاده و عدم اجازه ورود خودروهای نیروی سرکوبگر انتظامی به منطقه شد. مردم منطقه می گفتند اجازه نمی دهیم خانه های ما را خراب کنند. پس از شروع و اجرای طرح تصرف سواحل بلوچستان، زمین‌های مردم بلوچ بارها توسط ارگان‌های حکومتی مورد حمله قرار گرفته و به نفع حکومت و سپس غیر بومی‌ها مصادره شده. روز چهارشنبه 25 اردیبهشت، غارت شدگان مؤسسه کاسپیان وابسته به سپاه پاسداران به دنبال فراخوان قبلی در مقابل بانک مرکزی رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع سپاهگزاران ظالم حمایت میشه. فقط تو کشور ما ظالم حمایت میشه. آیت آسرابه
قارت شدگان مؤسسه بدرتوس زیر مجموعه کاسپیان وابسته به سپاه پاسداران در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعضای پشت پرده هر کاری خواسته کرده. مدیران کاسپیان عوامل توزیع. بارش رگباری باران و تگرگ در مشهد و در شمار دیگر از شهرهای خراسان رضوی و شمالی روز پنجشنبه باعث آب گرفتگی و سیلاب در این شهرها شد. بارندگی ها که روز پنجشنبه شدت یافت باعث جاری شدن سیلاب در خیابانهای مشهد و آب گرفتگی در 30 نقطه شهر گردید و در برخی نقاط خودروها را با خود برد. در شهرهای فریمان، درگز و آشخانه نیز بر اثر بارندگی های شدید سیلاب جاری شده است. جاده کلات به درگز بر اثر رانش زمین مسدود شده و در بجنورد در روستای تاتار سیل مهیبی جاری شد. بینندگان عزیز، در حالی که بیش از 50 روز از سیلاب‌های ویرانگر فروردین ماه می‌گذرد، وضعیت در بسیاری از نقاط سیل‌زده کشور همچنان بحرانی است. گزارشی داریم در این باره. از آن کرده اند که در سیلاب فروردین ماه در خوزستان 21 شهرستان را سیلاب فرا گرفت، 133 روستا را آب برد و 374 روستا به صورت جزئی و کلی تخلیه شدند. استاندار مزدور رژیم در خوزستان میگوید هنوز در هر ثانیه 650 متر مکعب از سد کرخه آب خارج می شود. به همین علت بعضی از روستاها مانند روستاهای خسرج خلف، چوکایه، شاکریه، صبحانیه و هوفر در حوزه رود کرخه از جمله در اطراف شهرهای حمیدیه، بستان و سوسنگرد هنوز زیر آب هستند و بسیاری از روستاها نیز در محاصره سیل قرار دارند. بنا به گزارش رسانه‌های رژیم، دشت آزادگان همچنان غرق در آب است و 5 سیلبند در این منطقه باید ترمیم شوند و 10 روستای دشت آزادگان هنوز زیر آب قرار دارند. جاده چذاب بستان را آب فرا گرفته است. روستای مگرن 3 در نزدیکی شهر شوش نیز به علت خطرات ناشی از سیل باید جابجا شود. مردم این مناطق همچنان از بی‌عملی کارگزاران رژیم در استان خوزستان ناراضی هستند. سیلاب حدود 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان را فرا گرفت و مزارع و باغات و حتی نخلستان‌ها را به زیر آب برد. پس از چند هفته که آب فروکش کرده است، تنها 1/4 زمین‌های زراعی مردم، آن هم با کمک و همکاری خود مردم، از زیر آب خارج شده است. آنچه پس از گذشت 50 روز از سیل در خوزستان قابل توجه است، در خطر بودن شهر خرمشهر از طرف روستای طلائیه است. کارشناسان خود رژیم اذعان می‌کنند که خرمشهری که نه کارون و نه شکستن سیل بند ملیحان و نه کانال المهدی آن را زیر آب نبرده اند، از طریق سیلاب برگشتی کرخه در حال غرق شدن است. این سیلاب تا 3 ماه دیگر خرمشهر را تهدید می کند و این به این معناست که کل سیلاب کرخه به سوی خرمشهر در حال هدایت است. محققان در یک شرکت کانادایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که به شواهدی از بسیج اینترنتی جهانی برای دروغ پراکنی که وابسته به رژیم ایران است دست یافتند. شرکت سیتیزن لب مستقر در دانشگاه تورنتو در گزارشی گفت یک شبکه شخصیت‌ها و حساب‌های ساختگی در شبکه‌های اجتماعی تحت نام اندلس میفلای کشف کردند که خارج از ایران عمل می‌کرد و آمریکا و رقبای منطقه‌ای رژیم ایران را هدف قرار می‌داد. این گزارش افزود تحقیقات ما مواردی را شناسایی کرد که با گزارش‌های خبری نادرست در میان خبرنگاران سردرگمی ایجاد کرد و در مواردی که دروغ بودن داستان‌ها بعداً افشا شد سردرگمی در رابطه با مقاصد و منشأ این داستان‌ها باقی ماند.